حسن، معروف به حسن فرفره، پسر محمود آقا، سلگونی خوشنام محل که از دیشب یتیم و بی‌پدر شد. اینم توران خانم عمه بنده است، کسی که بعد از مرگ مادر من قسم خورد ازدواج نکنه و خودشو وقف بزرگ کردن من کرد. اینم ناصر توپوله، شاگرد خنگ بابام و البته تنها رفیق من. بی معرفت لابد فکر میکنید این حکایت اون روزیه که بابا مرد. نخه، داستان اصلی و بدبختی ما تازه از 6 ماه بعدش شروع شد. چهار برندسی کلت میکنی دست سر مردم میزنی. دیشب داده هر کی سرم دید منی مسکره کرد. آخه تو آرشگری؟ آقا آرشگرم، آره آرشگرم. اینا حسودن، به جان تو حسودن. من مو زدم واسه این هلو. بیا هلو؟ مگه منم دارم هلو بخرم؟ مسکره چه نداره آقا موسی، من برای درستش میکنم. حسن آقا سر خدا شما قضاوت کن. آقا این کلت برای من درست کردی؟ آقا من اینو درست زدم، دستکاری کرده. من اینجاش اتوبانی زده بودم که دستش راحت بره بیاد، این براشو بغلاشو فشن کرده. اصلا ولش کن، من موهاشو نگه داشتم، میرسم شاید دبه کنه. با چسب میچسبونم اینو. ناصر قشنگ. بله خفه شو. بله من اصلا میرم، من اصلا که پامه به دیمیر خانه نمیذارم. آقای عزیز بیا، من موهاتو نگه. یعنی تو ما رو بدبخت نکنی دست بردار نیستی؟ البته باید بگم عامل اصلی بدبختی من ناصر توپل نبود. اصل بدبختی های من دلایل دیگه داره که عرض میکنم. بفرمایید آقا. به به ملک سلمان خان، یا به قول خودش پرنس ملک سلمان خان، نوه پرنس ملک عبیدالله از شاهزادگان مطرود سعودی که پدرش سالها پیش از ترس اینکه نکنه فامیلهاش تو جنگ قدرت سر به نیستش کنن فرار کرد، اومد ایران، به شغل بساز بفروشی مشغول شد و همین شغل به پسرش یعنی جناب ملک سلمان به ارث رسید. همین جناب تمام سرمایه بابای مرحوم من رو واسه فروش یک باب مغازه گرفت و نم پس نداد، ما رو هم بدبخت کرد. البته به قول بابای خدا بیامرزم، هیچ کدوم از این چیزایی که راجب اصل و نسب شنیدین واقعیت نداره و چاخانه. در واقع اینا داستانی که خودش واسه خودش بافته که قمپوز در کنه. بفرمایید آقا. اینم ملک فیصل، پسر جناب ملک سلمان، از همسر پنجمشه. میگن هیچ زنی تو زندگی ملک سلمان بیشتر از 2-3 سال دووم نمیاره و به سرعت دق میکنه و میره اون دنیا. یعنی جناب ملک سلمان تا حالا سر 5 تا زن عقدی و رسمی رو خورده و یه آبم روش. ملک فیصل، کیف حالت؟ الحمدلله، شکرم شکرم.
فرزاد کششکو. بله؟ این زمون بسه از اول چش نداشته، کور بوده. الهی قربونتون برم، مگه شما نمیدونین که دکتر مخصوصاً چربی چشمو براتون قدغن کرده؟ دکتر غلط کرده؟ واه پدر جان، چربی چشم برای شما سمه، متوجه این که سمه. من باید برم، رنا دوستم اومده دم در منتظرم، میخوایم بریم دانشگاه انتخاب واحد کنیم. ایشون هم فریبا خانم هستن که یه جور دیگه منو بدبخت کرده. یعنی از همون روز اول که دیدمش به قول قدیمی ها یک دل نه صد دل عاشقش شدم، اما هیچ وقت جرئت نکردم حرف دلم رو بهش بگم. خدافظی. بچه جون، مگه دکتر نگفته چربی چشم برات سمه؟ دکتر غلط کرده. مگه نگفتم سر چهارا منتظر باش تا بیام؟ نمیگی یکی از این پاچه خارای بابام ببینه چی میشه؟ خب عزیزم، نمیخوام تو سر چهارا پیاده بری سر ما بخوری. خب عاشقتم دیگه. اینم آقا پرویز، مشاور و امین ملک سلمان تو شرکت، که دور از چشم پدر تونسته مخ دخترش رو بزنه و بشه موی دماغ من. به به، عالی شد. این پشت موهاتون رو نگاه کن، فقط هوای ما رو هم داشته باش. خیلی خوش اومدین. انعام بچه ها رو هم محبت. دست در نکن داداش، مگه تلفن سکه یه سکه میندازی؟ البته خدمتتون عرض بکنم بی‌انصافی هم نکرده باشم، پدرم برای من ارث کرونی گذاشت. اونم همین طلبکارا هستن که با یه کیسه گونی چک و سفته دنبال من افتادن و میخوان مغازه اجاره‌ای منو تعطیل کنن. اینم خب چیز کمی نیست. اصلا این یارو کچله طلبکار با یه مأمور دارن میخوان. خدا نامردشه، بگیره. میدونم دارم زیادی حرف میزنم، اما خودتون دیدین که بدبختی های من یکی و دوتا نیست. حالا قول میدم اگه از این مهلک جستم کمتر حرف بزنم تا شما به جای شنیدن بیشتر ببینید که روزگار چی به سر من آورده. اصلا در رو اونجا نه، اونجا که ها اومدم یا آمد. خدایا فکرم دوست اومده. بابا قلبم ریخ. قبلنه یه سلامی. یا الله یا آقا ناصر، نمیگه ممکنه من سرخ باشم؟ با یا الله. سلام. یا الله. سلام عمه جون. خوبیت نداره، صد بار بهت گفتم یه کاسب خوب وسط روز نمیاد خونه. کاسب؟ بله من که کاسب نیستم، من یه بدهکار بدبختم که از دست طلبکارش داره در میره. یا علی، دوباره میخوای هول و تکون بندازی به جونم؟ چی شده؟ بابا ناراحتش نکن، ارثش نده. چی شده آقا ناصر؟ شما عمه خانم، خب ما اگه فرار نمیکردیم میگرفتنمون، مینداختن تو زندان. اون وقت شما هر روز باید میومدی ملاقات من. سختتونه ملاقات تو؟ ملاقات ما دیگه. خب عمه جون خلاصه خیالتو راحت کنم، ارث بابام واسه ما فقط سگ دو زدن و فرار از دست طلبکاراست. پس سلام. ارثش نده. نگو قربونت برم، به خدا خوبیت نداره عزیزم. پشت سر مرده حرف بزنی، اون دنیا تو زمحریر برزخ از سرما به خودش میلرزه ها داداشم. ناراضی داشته باشه میلرزه. چادرم. آقا جون، این همه بدبختی و بیچارگی ریختی سر ما، خودت با هوریا رفتی صفا سیتی؟ اینجوری هاست؟ باش، نور به قبرت بباره. باشم بیا نشم کتاب منو بکنم نتیز.
باشو قربونت برم، من غلط بکنم نفرین کردم. آقا جون، من از دست طلبکارای شما یه روز خوش ندارم. یا ببین همه شخصیده این ملک سلمان لعنتیال سقوطه، ولی اصلا جای نگرانی نیست پسر. چاره کار تو لای کتاب قرآن سر تاکچه هست. آره آره. سلمان به جای اون مغازه بهم منتهای مراتب دیگه عمر من به نقد کردنشو قدر. حالا شما باید جوهر از خود نشون بدی و مردونگی به خرج بدی و بری نقدشون که خودتو عمتو بعد وقتی خلاص کن. ملک سلمان کار دارم. وقت قبلی داشتید؟ وقت قبلی چیه خانم؟ مگه دکتره؟ این بیچاره طلبکاره. یه لحظه تشریف داشته باشید. چشم. سلام. سلام علیکم. دیدی که مثبت حال شما. امان از دست تو پرویز. بشین با آبرو هرچی مرد برد. آقا شما. من؟ سمت چپی. دست چپی. شما فقط میتونید برید. آره من. فی امان الله. خدا رحمت کنه پدر شما رو، مرد شرافتمندی بود، ولی ما هیچ حساب کتابی با هم نداشتیم. بفهمید چرا داشتین آقای ملک سلمان؟ خود بابام گفت 1,500,000,000 تومنه. 1,500,000,000 تومن؟ بله. نه چرا؟ خب مدارکش هست. مدارک؟ بله. خب شما اگر مدارکی دارید رو کنید، ما رعایت میکنیم. چشم. بفرمایید رعایت کنید. ببینم همین سه تا چک 500,000,000 تومانی که اینقدر نقد نشد تا بابا مرحوم شد. اون چک ها متعلق به ماست؟ بله. ببینم. نه راستی همینجوری نگاه کنید. خب ببینم. نه تو که مگه این امضای شما نیست؟ میخوام بخورم که اینو حبیبی. خب فریبا تعال. بله پدر جان. این چه کارا چه کن ببین متعلق به ما هست یا نه؟ باشه چشم. بدیم ببینم. درسته. کاری نداریم با اجازه. چیکار کردی؟ چک منو خودم دیگه چک کردم. چک منو. پدرشان چی شده؟ چه کارش کردی احمدی؟ کشتیش قاتل. Thank you.
سر ما رو ماشینه، همین ماشینه، بگو لگنم زنگ بزن مرده شور ترکیب تو و ماشین تو با هم ببره. چه مرگش رو؟ عراب شد، عراب شد دیگه. ای بابا راهش اینه که یه دونه جرثقیل برداریم بیاریم اینو بکسل کنه. همین احمق، میدونی چقدر راهو باید برگردیم؟ اونم پیاده. چیکار کنیم الان؟ چیکار کنیم؟ خواه این بر بریم مسیر میانبره، راحت یه ساعته میرسیم. بلدم. بلدی؟ بذار سویچو بردارم. آره همین بر دهمونه. بیا یه اوس مارکوس اونجا میشناسم، میاد ماشین رو درست میکنه. اون خوراکش رنو پنجه میدونی؟ آسه آه اکه میرسیم؟ نمیدونم، نمیدونم. ای خدا تو دیگه آفزی بلدی؟ بلدم، یه همونه مردش رو ترکیب تو ده تو با هم رو برم باید نمیرسیم. الان میرسیم دیگه، آخر همین جاده است. مطمئنم. مردم از تشنگی، مردم از تشنگی. حسن 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 از زه سولفات دو سود میده. یابش مسموم بود. قاتل نامرد، چرا یارو رو کشتی؟ چرا آدم میکشی؟ و منم کشتی. آخه خدایا مگه من چه گناهی به درگاهی تو کردم این بلا رو سر من میاری؟ آسف، آسف این دیگه کیه؟ کمک کنی راسته. ببین کیه؟ آهان کی هستی؟ این من نگاه کن، اینجا منم اینجا کوزه. چلال خالق من کوزه هم حرف میزنه. ناصر برای اونم کوزه هم ببینی کیه؟ من تو کوزه هم که دارم حرف میزنم. زرا خواهش میکنم، خواهش میکنم منو نجات. خدا این دیگه چیه؟ ببینم تو جنی، پریزادی، چی چی هستی؟ دوربین مخفیه؟ تو منو کمک کن، نجاتم بده، آزادم کن. قول میدم هر کاری که بخوای برات بکنم، همه آرزوهات رو برآورده کنم. فقط یه بار سر برم. بگو 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 اسم عمر حلوای ماهی برای بیرون اومدن اجازه داری. بگو 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 تو خواهی اسم ماشین باری؟ چی؟ بگو به اسم ماهی؟ به اسم انبر حلوای ماهی؟ برای بیرون اومدن اجازه داری؟ بگو 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 برای بیرون اومدن اجازه داری؟ در خدمتگذاری حاضرم سربرم. تو دیگه کی هستی؟ من پریزادم، دختر شاه پریون. تو کوزه چی کار میکردی؟ 5000 سال پیش با جادوی اکوان دیو وقتی که به عشقش جواب منفی دادم توی این کوزه زندانی شدم. همون موقع با خدای خودم عهد کردم، گفتم خدایا هر کی منو از این کوزه لعنتی نجات بده به هر چی که بخواد میرسونمش. یعنی هر آرزویی داره برآورده میکنم. هر چی بخوام؟ هر چیزی که بخواین سربرم، فقط کافیه اراده کنید. ناصر پاشو ببین چی پیدا کردم. سربرم متاسفانه دوست توپل شما آقا ناصر چند دقیقه است که بیهوش شدن. یعنی چی؟ ناراحتی نداره، اگر شما دستور بدین من به هوشش میارم. خب معلومه که میخوام. ناصر قربونت برم. خوبی؟ من کجام؟ اینجا کجاست؟ ناصر جان حالت خوبه؟ من خیلی خوبم. من خواب میدیدم، وای تو بهشت بودم، همه اوریا دورم بودن، از میوه های بهشتی میدادن، من میخوردم. چرا من خواب بیدار کردی احمد؟ یک اینجا تشکر کردنته؟ بابا تو مرده بودی، من نجاتت دادم، یعنی این خانم نجاتت داد. سرورم کسی به جز شما نه منو میبینه نه صدای منو میشنوه. اگر اسرار منو به کسی بگید مجبورم برم و دیگه بر نگردم. خب دیگه آرزویی نداری؟ ناصر
ببین تو الان دلت چی میخواد؟ بابا بلمون کن بذار به درد خودمون بمیریم. بگو بابا گفتنش که خرجی نداره. اسکل کردی؟ نه بگو. من دلم یه میز مفصل پذیرایی میخواد. کلی نوشابه و دلستر و دوغ و مخلفات خنک. دیگه چی؟ دو تا مرغ دا، یکی واسه تو یکی واسه من، دو پرس کوبیدو بره کباب مخصوص، یکی واسه تو یکی واسه من، کوفته تبریزی، آش رشته، قیمه بادمجون، مرغ سبزی، حلوای مخصوص و زیتون پرورده و ماست موسیر با کلی دوشیجان، همه واسه من و واسه تو، یه بوغ علبون چاخ گنده عصد دیگه بابا چه خبرته؟ یه وقت میبینی گرون تموم میشه. خیلی خب بابا آرزو که خرج نداره خسیست. حالا ما همه اینا رو گفتیم دریق از یه لیوان آب خونه. جدی میگی؟ بله. بس برگرد پشت سر تو یه نگاه بنداز. چیه بابا تو هم؟ یا صاحب جن و پری اینا دیگه کجا بودن؟ تو کاریت نباشه بزن بریم تا سرد نشده. بیرون قربونت بدم شکم جون، حیرونت بشم شکم جون، ناشت بگذارم شکم جون، دلمه ها کجا شکم جون، غذا ها کجا شکم جون، کوفته ها چی شد شکم جون، جنبه ها کجا شکم جون، گلوه ها کجا شکم جون، پرو ها کجا شکم جون، آخ مردتم شکم جون. من عاشق شکم شدم، 100 کیلو تا شکم شدم، میخوام که وحشیات کنم، چو پهلوون رو باد کنم، مرغو میبینم توی دهنم آب میفته، قاشو میبینم این دلم به تاب تاب میفته، کباب بره 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 دوش دادم، هوای کوه و دشت و دره 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 دوش دادم، منم دلم میخواد روزی دوماد بشم، منم دلم میخواد شاخه شمشاد بشم. به 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 خودت هم بیا از این دوغه بخور، خوشمزه است. ممنونم سرورم، ولی من که زمینی نیستم به خوردن آشامیدن احتیاجی داشته باشم. ای چه کم خرج. میگم سرورم شما چیز دیگه از من نمیخواین؟ راستش من زدم یه نفر رو توی تهران کشتم، اگه پیدام کنن خونم پای خودمه. نگران نباشین سرورم، شما کسی رو نکشتین، شما بیگناه بیگناهی. چرا؟ گلوشو گرفتم اونم سکته کرد. سرورم اون ملک سلمان نامرد به شما دروغ گفته، بهتون کلک زده، اون زنده است. یعنی چی؟ اینجا رو ببینید. نه خوشم اومد، خوب این بچه پرو سلمانی رو سنگ قلابش کردی، آفرین. من به پدرش توان ندادم، این که یه علف بچه بود. با عجب نامردایی اینا. حالا که اینجوری شد هم طلبامو ازشون میگیرم، هم انتقام همه بدبختیایی که سرم آوردن. تو هم باید کمکم بکنی. بله سرورم، فقط فراموش نکنید دست من به پول مادیات نباید بخوره. باشه تو فقط کمکم کن، بقیهش با من. ببینم میتونی منو برگردونی تهران؟ گوشه شال منو بگیر، سه بار بگو منو غیب کن، 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 منو غیب کن. حسن! 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 تو رو هر بخواه که بابات منو اینجا دهنا نزار! حسن! حسن! اینجا دیگه کجا هست؟ من زنده هم، مرده هم، خوابم، اینجا چیکار میکنم؟ جدید شماست، شما از این وقت تصدیگیت هستید، مهاراجه و تاجر هندی اهل کلکته. اینیم بابا مهاراجه دیگه کدوم خریه؟ من ازم فرفرم بچه ناف تهرون. سرورم
شما به خاطر انتقام و اون طلبتون از ملک سلمان به این شرط مبدل احتیاج داری؟ یعنی چی؟ من یه عمه‌ای دارم تاکه تنها تو خونش نگهش داشتمه، نگرانمه. ناصرمو که تو بیابون ولش کردم. حسن تو چرا نفس شدی؟ من چرا این چکلی شدم؟ ما خودمونی ما فقط خودمونیم قیافه همون عوض شده. یعنی چی؟ مگه همچی چیزی ممکنه؟ من سیبیل این همه در رو بردم. آخه چه؟ عمه تو عمه تو اینجا کجا سیاه خدا؟ اینه چیه تنه؟ اومدی؟ آقا شما کی هستی؟ بابا من حسن فرفرم، یکی یه دونه داداشه. ناصر مسخره. چرا ما اینجاییم؟ چرا این ریختی شدیم؟ ها ببینم عمم هم نباید بدونه که تو نه سرورم نه هیچ کس نباید راز منو بفهمه، وگرنه مجبور میشم شما رو ترک کنم. چی میگه؟ با کی حرف میزنی؟ خوش شدی؟ اومده داره با در دیوار صحبت میکنه، دیوونه شده. عمه جون خدا یکی رو فرستاده که به ما کمک بکنه، اینجا هم اون درست کرده واسه اینکه انتقاممون از اون ملک سلمان نامرد بگیریم. فقط حواستون باشه از این بعد من حسن فرفره نیستم، من پرنس دیویدم، یه تاجر هندی. تو هم ناصر نیستی؟ منم پرنس دیویدم، یه تاجر هندی. نه احمق، تو مدیر تشریفات منی. خب کجا بودی؟ حالا با چیکار کنم؟ سرورم باید ملک سلمان رو برای یک شام مجلل اینجا دعوت کنی. چی؟ اون مرکی سعودی موقربز چکار رو دعوت کنم اینجا؟ چون خیلی پول دوسته، باید بیاد اینجا و با دیدن زرق و برق زندگی شما دهنش وا بمونه. یه وقت تو پردازنده بدبخت من از صبح تا حالا چکار کردی؟ داره با در و دیوار حرف میزنی، نگاش کن بچه خلوچل شده از دسته. ببینید من برای تمرکز گاهگداری باید با در و دیوار صحبت بکنم، اصلا جای نگرانی نیست. چیه؟ چه خط شبیه آیشواریا شد. ول کن الان این دیوونه شده چیکارش کنم؟ دور از جونه. ناصر بالی سری پا میشی میری دفتر ملک سلمان واسه فردا شب دعوتش میکنی اینجا. بالی کی برم؟ همین الان. همین الان؟ بله. دست خالی؟ ناصر با دست خود. وای این از کجا اومد؟ شعبده بازی میکنی حسن؟ گفته کارپرداز و مدیر تشریفات یک مهاراجه هندیه که میخواد درباره ساخت یک مجتمع تجاری بزرگ با ما صحبت بکنه. میفهمی؟ خیلی بزرگ. چی بهتر از این؟ آره به نظر منم اتفاق خوبیه پدر جان. بله با احترام کامل راهنماییشون کن بیان تو. بفرمایید. سلام علیکم کردن کرده بنده سردار نصیر از طرف پرنس دیوی آمدن کرده و این هدیه بسیار ناقابل خدمت شما تقدیم کرده. چه محبتی چه سخاوتی، از قول من از ایشون تشکر بکنید. ایشان برای آشنایی بیشتر و جلب اطمینان شما را به منزلشان دعوت کردن کرده. احسنت احسنت. خوبه، چه سعادتی، دیگه از این بهتر نمیشه. فضولی موقوف، میمان فقط ملک سلمان و دختر زیبای ایشون، ورود غریب ممنوعه. ببین خود بنبعی هم میگی من نمیام. به اسفل السافلینه. از قول من خدمت پرنس دیوید سلام برسونید و بگید که ما حتما خدمت رسیدن کرده. ورود شما ممنوعه. شما نیامدن کرده، شما با شما آمدن کرده. تو نه. سعودا
دو تا گونی کودا، یه شیخ بزرگا، یه مشتول گرگا، یه ارزن سوادا، کالیبر زیادا، به جز کاسه لیسا دقیقا چی داشتی؟ باید گل بمالی هووی سومالی، تو اصلا چی بودی؟ تو دیگه کی بودی؟ خود صهیونیستی، تو رو نقشه نیستی، کجا رو بگردم؟ خدایی کجایی؟ جیبوتی کجایی؟ دقیقا کجایی؟ کجایی تو اصلا؟ تو اصلا کجایی؟ تو مثل طلوع خورشید، گای سرخی گای زردی، تو مثل دوا میمونی که واسه شفای دردی، تو مثل هوا میمونی تو خودت زندگی هستی، به شراب سرخ نابی که به من دادگی مستی، واسه مهربونی تو الهی که من بمیرم، تو یه لحظای آخر دستای تو رو بگیرم، الهی 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 من بمیرم، بمیرم که شاید بیایی دستات رو بگیرم. ای جونم قدمات رو چشاندی و بمهمونم شد، گرمی خونم شد بین پریشون دلم، بیارومم کن ای جونم، خامت رتنت به بیچ تو خونم، تو که نیستی سرگردون دیوونم، ای جونم بیا که داغونم، ای جونم عمرم نفسم عشقم توی، همه کسم و این تو چه خوشحالم تو رو دارم، ای جونم گردش میں ہوں آسمان کا تارا ہوں آوارا ہوں گھر بار نہیں سنسار نہیں مجھ سے کسی کو پیار نہیں مجھ سے کسی کو پیار نہیں شاید تو یه جادوی خاصی هست، تو نگاه تو انگار یه احساسی هست، دنیا رو فراموش می کنم وقتی به تو نگاه کنم، تو همه یه عمر مثل تو رو ندیدم، یه جورای خاطرت عزیزه عزیزم، از دیدن تو سیر نمیشه چشمم به تو نگاه کنم، یه پرندم آرزو دارم تو با هم باشی، من یه خونه تنگ و تاریکم، کاشکی تو بیای که راهم باشی، رو به پاییزه دلم غم انگیزه، چشم فلک نم چه یاسمون، من هم دلم پر درده، ای یاسمون من هم دلم پر درده، مثل تو غمگینه از زندگی سرده، یار من باخ من باخ کک بزنی میگم هر آگه دیرسن جون من، اینقدر چشمک نزن، غمز کیلو کیف
نچلون ازت میگیرم به زور. گرگ دخ من بمیرم، من بخ من بمیرم، گرگ دخ سن بلخی در نرو. گرگ دخ من بمیرم، یخچی بخ من بمیرم، گرگ دخ این بر و اون بر نرو. خوب احسن که در این مهلت کم یک ضیافت عظیمی شما تدارک دیدید. ممنون، ممنون از شما. خواهش کردم گتایی، پس برابر این تا چند روز دیگه برای عقد قرارداد کاری خدمت میرزی. فردا، فردا میگم فریبا بیاد دنبال شما، با هم برید زمین ها رو ملاحظه کنید. با فریبا خانم. پدر جان. دوست دارم. خانم عمه، بنده ملک سلمان از آشنایی با شما بسیار بسیار محظوظ شدم. آقای ملک سلمان، من هم عمه توری بوده و از آشنایی با شخص ملک سلمان بسیار محظوظ کرده. شما نخواستن محظوظ کرده، شما درویش کرده محظوظ کرده. من البته به آقای پرنس احسنت میگم به خاطر داشتن چنین عمه باشکوه. پدرت باشکوه. سلام کرده. من هم به دختر فریبای شما بابت داشتن چنین پدر با ابهتی تبریک کرده. تشکر میکنم. پرنس بسیار غیرتی بوده، ایش اخلا کشیدن درده، رفن درده. خب پدر جان، بهتر زحمت رو کم کنیم، مزاحم عمه توری و آقای پرنس نشیم. میبینید خانم عمه، این جوون ها از معاشرت فراری هست، به خاطر همین هست که روابط بین دخترها و پسرها در امروز مسمحله. میفهمید؟ بله. شما حتما میفهمید. مسکی زیادی بهت خوش گذشت. وا، حالا چرا متلک میگی؟ خودت دیدی که پیشکارش چقدر اصرار کرد که من باهاشون برم. تازه فردا میخوام برم زمینای شهران و لواسون رو نشونش بدم. لوس نشو دیگه پرویز، دستور پدرجان خودت که میشناسیش. خیلی خوب، بعدا میبینمت. چیه؟ برزخ شدی؟ مو دماغ پیدا شده. این هندیه هنوز نیومده، قاپ ملک رو دزدیده. دیر به جنبیم قافیه رو باختیم. غمت نباشه، خودم یه حالی به این پسر پرنس دیوید بدم که به آمیتابا چان بگه به یکی مام وردی. هزار بار بهتون گفتم این دختره به درد شما نمیخوره. ای بابا، من نمیدونم این مسئله به تو چه ربطی داره. آخه علف باید به دهن بازی شیرین بیاد تو اومده. اصلا صحبت علف و بز نیست، صحبت صلاح و مصلحت شماست. من مخالفم که شما بخواید با این دختر تنهایی برین گردش. حرفا میزنی؟ عشق و عاشقی رو دو نفره میرن، نه سه نفری با یه مزاحم. ما صدای بنجی میرن. ای بابا دیوانم کردی، کلافه شدم، این خدا به دل نبره. بابا این دختر اصلا حرف تو کلش نمیره، شما یه چیزی بهش بگی. دختر؟ دختر آوردین اینجا؟ کدوم دختر؟ من فهمیدم، من فهمیدم، حسن دوچار یکی از این عشقای مجازی شده. از کدوماش دقیقا؟ بابا اینه که فکرش از خودش نیست. آها، پس شما محل مجازیشی. من نه، من واقعیم اونو دارم. متخصصی ها چی شده؟ قربونت برم، حالت خوبه؟ عمه جون به خدا، به پیر، به پیغمبر، من حالم خوبه. اما همینو می‌خواستی؟ همینو می‌خواستی که همه فکر کنم من دیوونم؟ سرورم، هزار بار بهتون گفتم، بازم میگم من باید با شما بیام تا خطر شما تهدید نکنه. آخی کی تا حالا سر قرار با یه دختری دختری دیگر با خودش برده؟ دیوونه شده. خدا نکنه. کدوم قرار؟ چه دختری؟ چی میگی؟ خب مگه این میذاره؟ بابا چرا حرف حالیت نمیشه؟ من باید تنها برم سر قرار. هم اون دیگه کی؟ نه سرورم، من نمیذارم شما تنهایی جایی برید، چون جلوتون در خطره. اینقدر سرورم سرورم نکن واسه من. من نخوام سرور تو باشم، کیو باید ببینم؟ خودمو. کافیه بهم بگین، همیشه خودو نگهداری میکنم میرم. بسیار خوب، از این لحظه بعد من سرور شما نیستم، بفرمایید بریم. پشیمون میشی؟ نمیشم. میشی؟ پشیمون نمیشم، بفرما. خوری خاصی. وای خدا، چی شد؟ آدم قدر این ناصر اینجور وقتا میدونه. عمه توری؟ آره، نتونستم بیشتر از این خرید کنم، از کمر افتاد. بده من عمه توری. وای خدایا، نون دونه ای 2000 تومان.
والا به خدا آخر زمون شده. عجب خاکی به سرم شد ای بابا. چی شده؟ چی شده؟ باز دوباره چه دست گلی به آب دادی؟ غلط کردم. چه غلط کردنی؟ چه غلطی؟ پریناز. چی شده؟ پریناز. کی؟ پریناز با دختر همسایه خاک به گورا شنیدی؟ بیا و بره گردیا تو محل نکنی بس شنیدی؟ بله پریناز پریناز بابا بمیشه خودم میرم من غلط کردم خواهش میکنم من از اینجا نشد باید دور خدا فضیبت هرچی بگی گوش میدم هرچی بگی گوش میدم قول میدم بابا الان داداشش و باباش میرسن اینجا شما غیب شده بودی کف کردم کجا رفتی یهو رفتم تا خونه یه سر زدم برگشتم نکنه رفتی ددر خانم ددر کجا بود همیشه به من شک داری سرچی حالا دیگه منو بازی میدی دختر یه خیره سر من بازی میدی خیره نگارم هیچی سر برم چون شما حریف من نمیشی ای بابا آره تو درست میگی من از پس آدماشم بر نمیام چه برسه به جن و پری تازه داری عاقل میشی سر برم آفرین هرچی تو بگی قبول با خودم میبرمت من آخرش من یه چیزی رو نفهمیدم تو دختره به این گندگی چجوری رفتی توی کوزه با اون کوچیکی؟ خب دیگه این از خاصیت جادویی منه هر چقدر دلم میخواد کوچولو میشم ولی بعید میدونم کار خودت باشه گمونم کار اون نره دیوی باشه که تو رو انداخته توی اون کوزه اختیار داریم قربان خودم هم بلدم میتونم کاری نداره جدی میگی؟ برو ببینم باشه شدم. سرم خواهش میکنم سرم منو آزاد کن بهم گفته بودن به آدمیزاد نمیشه اعتماد کرد فعلا اون تو بمون تا من برم نامزد بازی کنم و برگردم ناصر اینو بگیر یاسه چشت ازش مواظبت کن تا من برگردم من داره میرم سر قرار بازاری با خانم مواظب خواهد باش آقا آدم به این گندگی رو باید از این کوزه کوچولو مراقبت کنه حسن میریم سمت لباسون اونجا یه باغ مرغوب دوست دارم ببینیم یه رستوران خوبم هست بلی بلی من نهار خوردن باشمارو خیلی دوست دارم کار کردن باشمارم خیلی دوست دارم به قول ایرانی هم فال هستی هم تماشایی چه زود سر مسئله ایرانی رو یاد گرفتی بلی من برای ارتباط بهتری با شما کلی سر بل مسئله یاد گرفتن کرتا ہے کلی شعر یاد گرفتن کرتا ہے ولی مثلاً دے دل مری جانانی من برد دلو جانی من آفرین خیلی خوبه میشه هندیش هم بگی؟ به زبون خودت دیشی بومنین دل مری جانانا ہے بردی دل جان ماں آئی کرتا ہے آئی اشمیلانی کمشون نکنی اکر اما یه دقیقه کم کن ببین دارم چی میگم میگم کامشون نکنی حتی از بابا دارمش آقا ناصر آقا ناصر آقا ناصر بسم الله الرحمن الرحیم جنی تو جن جنی تو حتما بابا جون من جن نیستم بچی تو اگه جن نیستی در کوزه رو باز کن ببین من کیم من در کوزه رو باز کنم داداش ما در کوزه واکن نیستیم من شاگرد سلمونی بیش نیستم خدا وکیلی این لباس همونم عالی است برو بشی سر جات داداش کوزه که بلند نمیگی خواهش میکنم نترس هرچی که من میگم تکرار کن من چی بگم؟ بذار کوزه رو بگیر تو دستت کوزه نمیگیرم نه داداش چی بگیر؟ کوزه رو بگیر؟ بس رو بالا چشم بزن فرمون بیان خیلی ممنون حالا اینی که رهت میگم بگو به اسم انبر حلوای ماهی برای بیرون اومدن اجازه داری؟ بله چشم به اسم انبر حلوای ماهی برای بیرون آمدن شما واقعا اجازه دارید من چیکارم هستم؟
منظورم این چیز این انرژی های منفی اطراف اکناف بای زیادن بودن کرده. چه جالب، شما هم به انرژی های منفی و مثبت اعتقاد دارید؟ بلی بلی بلی، من به این کلی به انرژی های منفی معتقد هستی. برو دیگه، برو دیگه. عجب دیوانه ایه این که منو نمیبینه، چرا قصوتی میدی؟ نکن میگم. ببخشید من فکر کنم حساسیت. باشو بیا برو جلو بشین. خدای من الان میرم جلو چشم. نه من منظور من شما نبوده که دایی. چرا پس با کی هستی؟ فقط من اینجا دیگه. نه منظور من با این دیوانه و این دیوانه که عملی هرچی بهش میگم. برگرد برو دیگه. چون داد میزنی الان برمیگردی؟ نه این شما نه چیز نکرده، اونه میگه گفتن کرده که برو دیگه. آقای قربانی نگهدار. من متاسف، من معذرت خواهی، من از اون منظوری ندارم. از جلوی چشای من دور شو دختر خیر سر. پس چی فکر کردی؟ فکر کردی میمونم و توهینای شما رو تحمل میکنم؟ من باش، من نبودیم، خدا من باش، من نبودیم. برو من برم، برو برم، من باش. آی قربانی، آی قربانی، من رو پر بیزا بکتر، من از قربانی دختر خیر سر، حالا کار منو خراب میکنی؟ کجا رفتی؟ خب کسی رو به ببین یه دفعه دیگه ببینمت، من میدونم و تو بابا دست از سرم بردار. حضرت مهاراجه، میتونم پاسپورت شما رو ببینم؟ مهاراجه کدوم خریه، برو رد کار تا قاطی نکردم سی ربی. مثلا اگه قاطی کنی چطور میشه؟ بیچاره چی کار داری آخه؟ اون دختر بیچاره عاشق آقا پرویزه، اینام رفیقاش رو منان حال شما رو بگیرن که گرفتن. خب پس تو اینجا چی کاری؟ یه کاری بکن عاشقم بچه دیگه. بس سرورم نمیتونم، عشق عاشقی باید واقعی باشه، کاری از من نمیاد متاسفم. پس تو دخالت نکن، من خودم یه کاری میکنم که عاشقم بشه، البته اگه تو بذاری. نمیذارم. وای چه ماشین بدرنگی، اصلا خوشم نیومد.
میریم حسن. من از دست تو چی کار کنم؟ پسرن ولکنی تو جاده فی امان الله. آخه پدر جون، نمیدونی با من چه رفتاری کرد، چه حرفایی زد. اون وقت میگین چرا بلش کردین تو جاده؟ هر کاری کرد. ما به شراکت این مرتیکه هندی احتیاج داریم. ما اگر ورشکست بشیم باید جور و پلاسمون رو جمع بکنیم بریم صحرای عربستان شطور بچرونیم. میفهمی؟ نمیفهمی؟ خیلی خوبم میفهمم، ولی من مقصر نیستم. خب حالا میگین چی کار کنم؟ یکم عاقل باش، باهاش خوش رفتاری کن، بذار مهرت به دلش بشینه، بیاد خواستگاریت، اون وقت همه چی تمام. من زن یه هندی بشم محاله با اون حرف زدنش، رفتاه نرفتاه، کرداه نکرداه. حالا کی اومده خواستگاریت؟ ما باید اونو دعوت بکنیم، از دلش در بیاریم، بعد قرارداد شرکت رو باش ببندیم. میفهمی؟ نمیفهمی؟ جناب سردار مهارتخوار هندی، حال شما چطوره؟ خوب هستین؟ پس چرا نبستین؟ حال من به شما مربوط نهستی، برای اینکه شما مهندس با هستی، دکتر نه هستی. دکتر نهی؟ دکتر نهی، مهندسی. مهندس هم نهی، این فضول بهی اینه که پرچه که اینجا جاسوس بهی. مردی که مادر جاسوس بهی. سو اتفاق هم شده. ایشون آقای مهندس فدایی هستن از همکاران مادر شکر. خدا وکیلی. بسیار محترم. جاسوس بهی. بسیار محترم. مردی که جاسوسی که در این چطور پرچه نهی. مهندس نهی، مهندس بهی، دکتر نهی. اچھا بڑی بڑی گرار دیگه سکر برت کر یاری مانی اوکی خبر کار کار خوب اولی خانومی فریبا خانوم چطوری؟ الحمدلله الحمدلله، با اتفاقه دیگه افتاده اونی که مکدر بودن الان بهتر شده، افزای خدمت میرسه. بله اومده. سلام. سلام. دکتر ایریکی پور. مهندس ایریکی پور. مهندس بابات خودت، خودش خودم. من خیلی خیلی ناراحت. ناراحت شنیدی شما نخوش احوالی. الان آمدی بپرسی احوالی. ممنون. خیلی بهترم. مریضی خیلی باد، خیلی باد. به قول شاعر امشب شب ماتبی، طبیبی میخوایی؟ حبیبم سردار، البته اینو بردار. سردار؟ سردار ایشونی؟ من صاحبی. من خواستم بابت اون ماجرا ازتون عذرخواهی کنم. البته من مقصر بودم که شما اون خشونت رو نشون دادید. به هر حال شرمنده که تو جاده بلتون کردم. نه نه شما منی شرمنده ساری نکنید. اصلا من غلط کرده ای. من نه اصلا. این انرژی های منفی غلط کرده که ای. آره واقعا این انرژی منفی خیلی بد. خیلی من خیلی هم سر خودی. من برای اینکه از دل خانم زیبای مثل شما در بیاری، برای شما یک هدیه ناقابل تهیه کرده ای. یک گردن بند زیبا. یک گردن بند زیبا. یک گردن بند زیبا. بابا میگم یک گردن بند زیبا. گردن بند زیبا. خیلی ممنونم، چرا زحمت کشیدی؟ وای خدای من چقدر قشنگه، دستتون درد نکنه. من میخوایی اگر شما اجازه بفرمایی دستی شما بانوی زیبا را بوس کرتایی. وای چه جنتلمن، خواهش میکنم. کجا؟ این یارو رسما دیوونه است. نگو، خیلی جنتلمنه. پس منم میرم که مزه این آقای جنتلمن زیر دندونتون بمونه. سری جگر خارنو کرا شما ساخور بیز. رو چشم آفر بید. شما کلا بخواهی من برای سر میارم.
آدرس بده جنازه تحویل بگیر. البته قابل شما رو نداره با، ولی شماره کارتمو برات میفرسته. پولو بریزی، مسیج بیاد را افتادم. خیال تخت تخت رو چشم و پرویز. همین امشب میرم. زد زیاد. آخه واسه چی شدی بلای جون من؟ بابا تو با یه بشکن این همه کار انجام میدی. خب نمیتونی یه بشکن بزنی این دختره بشه عاشق ما؟ نه نمیتونی؟ سرورم هزار بار گفتم بازم بهتون میگم عشق و محبت با بشکن به وجود نمیاد. اصلا من خسته شدم، کلافه شدم از این همه فیلم بازی کردن. من میخوام بشم همون حسن فرفره. میتونی؟ بتون بینم. آخش راحت شدم. خدا عمرت بده پریزاد. سرورم خداوند عمر طولانی به من عطا فرمودن. همین پریروز 7000 سالم تموم شد. خب میگفتی یه جشن تولد واسه دیم. 7000 سال؟ رحمت به چیز کم. هیچی ولی خوب موندی ها. اتفاقا خیلی هم خوشگلی، دختر خوشگلی هم هستی. سرورم این حرفتو خیلی به دلم نشست. ببینم تو تا حالا عاشقم شدی؟ نه سرورم، عشق عاشقی ما باید آسمونی باشه. عشق عشق دیگه، آسمون زمینی نداره. مال ما داره. من از این تختم خوشم نمیاد، میخوام برم بیرون دراز بکشم. سرورم حواستون باشه، رفتین بیرون میتونین دراز بکشید، ولی مواظب باشین خوابتون نبره ها. دوباره شلوغش داری میکنی. خطر در کمینه. اصلا برو پیکارت، من میخوام استراحت کنم. اتار قربان. یه نفر اومد با این دشت و با این چاقو شما رو بکشه. منو بکشه؟ کی؟ یکی از آدمای پرویز. نامرد. خواهش کردم خیالتون راحت باشه. پرویز. حالا که اینجوری شد میدونم با پرویز چیکار کنم. تو هم باید کمکم بکنی. چه کمکی سرورم؟ همین فردا رسما میرم خواستگاری فریبا خانم بدون حرف اضافه. مرحبا، اهلا و سهلا. سلام. مزین فرمودید. منور فرمودید. سلام. به نام خدا.
صاحب جهت آمدن به تهران ساخت و ساز و تجارت آمدن کرده. الان امی عزیزتر از جان صاحب و آورده اینجا که برای حرف دل صاحب و به شما گفتی باشد کرده. منم سلام کرده و به نام خدا کرده و خواست که گفته من هم مثل هر امی آرزو کرده که برادرزاده من داماد کرده و کسی یه وقت بهش نکرده که اما تو همت نکرده. یعنی شما الان دارید درباره فریبای من راحله صحبت میکنی؟ بله، در هند دختران زیادی برای پرنس خودشونو دراز کرده و آراگیری کرده، خدا شاهده کرده. اما چه کنم که علف شما به حلق بزی ما خوش کرده. قسمت سردار، علفت تو دهنه بز ما. سردار بله، بخصی غلامی شما رو به غلامی ما قبول کن. نه نه، ما رو با غلامی تو چیکار کنیم؟ ببخشید، ایشون تا ته غلامت. سردار بله، خفه شو. بله، در باقی بیجونی گفتن کرده که من شما غلام من باشی، من دامادش. پرنس رو به غلامی خودتون پذیرفته کرده. یعنی مهر فریبای من راحله به دل شما افتاده؟ بله. اگر افتاده من حرفی ندارم. علفش تو دهنه. پدر جان، یعنی میتوانم حرفی نداشته باشم چون نظر راحله برای ما مهمه. فریبا خانم، من شما را عاشقیت داری، من دوست داری شما عاشی همسری من باشم شوهری تو تا عظیم بد من باشم یک مردی خوشبخت. بدبخت بودی الان خوشبخت. نصیر بالی، خفشو بالی. فریبا خانم، آیا مرا غلامی قبول کردن کرتا ہے؟ چی بگم والا، من هنوز آمادگی ازدواج ندارم. بگو بهش دیگه، بگو دوستش نداری. فریبا خانم، من برای شما همه کار کردن کرتا ہے، تمام مال اموال صرفت برای شما پاشیدن کرتا ہے، الان هم یک حلقی زمرد نشان برای شما آمده کرتے کے تقدیم کردن کرتا ہے. زمرد یکی دیگر دوست داره، تو رو دوست نداره، برش کن. زمرد به زمرد که نهی. نظیر بالی، خفه شو بالی. زمرد کف کرده. این حلقه عروسی زمرد نشان نسل اندر نسل بین عروسای خانواده ما گردیدن کرده تا الان به شما رسیدن کردن کرده. پرنس دیوید، این چه کاریه که کردی؟ دوست داشتی. ولی من الان آمادگی ازدواج ندارم. پدر جان، من نمیتونم الان ازدواج کنم. آقای ملک سلمان، دخترتون خیلی ناز کرتاه برای ازدواج. با اجازه ما رفتن کرتاه. یعنی شما به ما جواب رد دادن کرتاه؟ یعنی شراکت بی شراکته. ای داد بی داد، شما که میدونید بالاخره دخترها یکم ناز و اطفار و افاده دارن. ولی راحله میداند که در کنار پرنس خوشبخت خواهد شد و در ضمن روی حرفهای پدرش صحبت نمی کنه. چی دارید میگید پدر جان؟ گفتم که یک دختر خوب روی صحبتهای پدرش حرف نمیزنه. پس دیگر تمامه، شما دختر غالب کردی به صاحب. مبارک توه. پس ما به زودی جشن و سرور برپا کردن کرتاه. بله، نامزد کرتاه. ما در اون مراسم میتوانیم قرارداد شراکت و ساخت مجتمع رو با هم جشن بگیریم. نامزدی؟ اونم با یه هندی از بمبئی؟ دیوونه، بمبئی نه، کلکته. بعد من که نمیخوام زنیش بشم. این یه نامزدی فرمالیته علکیه. فقط صدای بابام بخوابه. حالا این نامزدی علکی چه صیغه‌ایه؟ پدر جان رو شراکت این یارو خیلی حساب کرده. بعد این مراسم قراردادشو با این هندیه میبنده. همیشه تموم میشه، شر ماجرا هم میخوابه. قربونت برم. بعدش هم هر جا تو بگی من میام، باشه؟ قول میدم. اومدیم و این هندیه فقط به نامزدی قناعت نکرد، خواست بره سر اصل مطلب. تکلیف چیه؟ پرویز، به من اعتماد کن. من به هیچ زنی اطمینان ندارم، اما فریبا فقط در حد دیالوگ. اگه بیشتر بشه این هندیه رو با
بریدن کرده آقای. باشه چشم. یا همین تا بچن اینجا جنگی یا جنگی یا جنگی یا جنگی نزدی نهی نهی شمشیر نهی. مرحبا مرحبا سلام بردائی نمستی نمستی برای به معرضوی خیش رسید ازدواج شدی خواب انشالله که خوشبخت بشین انشالله برای همون دارم ولی بود بلا باری 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 گردم بندی که ساهی برای شما کادو گرفتن که نقابل از چرا زحمت کشیدین دستتون درد نکنه بفرمایید خواهش میکنم نمستی یا الله دوست دارم خب الحمدلله تکلیف این جوانها روشن شد و امروز و فردا هر کدوم میرن خونه بعد من که همه آرزوم خوشبختی برادر زادم کرتاهه برای همین خودم هیچ وقت عروس نکرتاهه ازدواج نکردین؟ نه اصلا هیچی ولی میدونین ما باید به فکر خودمون باشیم از چه نظر؟ چون ما تنها میشیم بچه ها میرن خونه بخت ما تنها میشیم یلغوز آقای ملک سلمان ما باید خودمون به فکر خودمون باشیم باید حرف میزنم؟ نه شما به فکر خودتون باشین من میخوام به عروسی رسیدن کرتای و وقت خوبی برای مخ زدن نبوده Yeah.
سرورم قصه دارین؟ از دست من ناراحتین؟ آره؟ سرورم هزار بار بهتون گفتم دیگه، عشق باید خودش به وجود بیاد. وقتی هم که خودش به وجود میاد باید خود واقعیت باشی، نه این شکلی. من دیگه به تو احتیاجی ندارم، نمیخوام با هم باشی. سربارم این چه حرفیه؟ پس حالا بدون از ملک سلمان چی میشه ها؟ اونش به خودم مربوطه. برو توی کوزه. گفتم برو توی کوزه. کوزه نه. اگه من سرورتم بهت امر میکنم بری توی کوزه. سربارم خواهش میکنم، غلط کردم. اون موقعی که نامزدی منو به هم زدی باید فکر اینجاش هم میکردی. یالا بهت میگم برو توی کوزه. حالا فهمیدم چرا این تو زندونیت کردن. بس که خیره سری. ناصر! ناصر! زود میرین از دیگه دهاتتون. کلببو؟ همون. بله. از دیگه همون دریاچهه. بله. این کوزه رو میندازی توی آب برمیگردی. چش خورو. این کوزه. نه نه. حسن این کوزه نه. من رو با این کوزه تنها نذار. وقتی تو نیستی این کوزه میخواد. ناصر! من... بله خفه شو. بله آقا نازی. بله عمه جون، این مردی که هیز عرب پشت اومده اینجا نمیدونم از جون ما چی میخواد. ملک سلمان؟ آره، همچه ازش خوشم نمیاد. بعدم یه طور ناراحت آشفته یه معلوم نیست چشه، میگه کار واجب دارم. چی بگم بهش؟ بگو منتظر باشه الان میام. باشه. به با سلام عرض کردن کرتا ہے جناب ملک سلمان خان، آل سعود نشستن کرتا ہے غائشن. اهلا و سهلا فرانس، دستم به دامنت، احتیاج به کمک دار. چی شدی؟ خانه خراب شدم. خانه شما خراب شدی؟ بله خانه خراب. خب بری به همین مهندس پرویزی رو که پور مهندسی کنی درست کنی خانه شما رو. دخترم را دزدیدن. فریبا خانم سکتی ناقص زدن کرده ای. احنا بس احنا چقدر بهربان. کاری حتما کار اون مرتی که پرویز اون مرتی که یه جاسوس بوده. همون پرویز بی همه چیز. دوست ناموس. دوست ناموس. دستی من به این برسی من این بوسکندنی را انده خواهش در کرده ای. چرا به پولیس خبر نداری؟ پولیس؟ مگه میخوام دخترم را بکشن؟ چه دیگه تقصیر از خود شما بودن کرده ای. بس که شما مال مردم خور بوده هی. شما مال مردم خوردن کرده، مال حرام خوردن کرده، مال این حسن فرفری بیچاره مال بابایشو برداشتی خوردن کرده، یک آب امروز نوشیدن کردن کرده. حسن فرفری شما را از کجا پیدا کرده؟ دروغ میگه، دروغ میگه. دروغ نگفتی حسن، من تحقیق کرده فحص کردن کرده. بسیار بچه سربراه آرام درازگوی بوده، شما مال حسن خوردن کرده. من مال حسن؟ من مال هیچ کسی خوردم. همه مال مرا خوردن. پرویز همون حسن فرفری. فیلن شما رفتن کرده ای، من فکر کنیم چه خاکی به سر شما ریختن کرده ای. چه غلطی بود من کردم؟ آخه واسه چی پریزاد و فرستادی رفت پسر یه خنگ؟ الان تنهایی چه غلطی میخوای بکنی؟ پریزاد جون، الهی من قربونت برم، پس اومدی. من که مثل شما معرفت نیستم سربرم. اگه دوست تو پول شما نبود و به من کمک نمیکرد دلش برای من نمیسوخت، من الان اینجا نبودم. خیلی خوب، الان وقت گله گذاری نیست. ببین پریزاد جون، فریبا خانم رو دزدیدن، من فکر میکنم کار پرویز باشه، باید بریم کمکش. آخه سرورم چند بار بهتون بگم این آدمای پولدار و پولدوست رو ولشون کنین، جنسشون به شما نمیخوره. اصلا بزنین به کار خودشون، بزنن بزنن تو سر کله هم دیگه. یعنی چی ولش کن؟ از طلبای منو کی ازشون بگیره؟ اونم به وقتش، عجله کار شیطون سر. با من امری بود پریزاد خانم. پریزاد؟ این کیه دیگه؟ شیطون سرورم، نترسین رفیقمه.
نه همین جوری فقط یادت کردیم اسما بردیم. کار خیره، به تو مربوطی نمیشه، برو. پس اگر امر خیره من اهلش نیستم. با اجازه. بای بای، خدافظ. داشتم زهره ترک میشه. آخه آدم با شیطونم رفیق میشه. ولش کن سرورم. ببین ما باید بریم سراغ مرحله اصلی کارمون. چه کاری؟ پرویز که دنبال پوله. به نظر من شما نه به عنوان پرنس دیوید، بلکه به عنوان حسن فرفره باید بری پیش ملک سلمان و بهش بگین طلبتونو بده به پرویز سفر به خارج آزاد کنه. چطوره؟ چیکار کنم؟ بگم طلب منو بده به پرویز؟ بله سرورم. توی عشق حتی باید از خودت هم بگذری. این که دیگه مقدار پول کاغذیه. در ضمن قرار شد دیگه رو حرف من نه نگیرید. بعضی آدم ها فقط به خاطر پولشون ارزش دارن. ملک سلمان. پریسا دیر رسیدیم، برام پولا رو میبرن. نه سرورم، کاملا به موقع رسیدیم. اینجا نگاه کن. حسن آقا، پدرم به من گفت که شما چه فداکاری هایی کردین به خاطر من و از همه پولتون گذشتین، ولی من خیلی دیر فهمیدم که شما قلب پاکی دارین. اینجور که پیداست شما مثل پدرتون همه چیزو با پول میسنجین. فقط پول آدم ها رو میبینین، نه قلبشونو. ولی هنوز هم میشه جبران کرد. دیگه خیلی دیر شده فریبا خانم. وقتی تو شمایل اون هندیه پرنس دیوید بودم فهمیدم که ما اصلا به درد هم نمیخوریم. چی؟ پرنس دیوید؟ بله پرنس دیوید. حالا شما سی خودت، ما با هزار جور بدبختی و گرفتاری سی خودمون. ولی حسن، دنیا که به آخر نرسیده دوباره عاشق میشی. میدونی چیه پریزاد، من فکر میکنم همه این اتفاقات واسه این افتاد که من با تو آشنا بشم. یادمه یه دفعه گفتی عشق باید خودش شروع بشه، الانم خودش شروع شده. پریزاد من عاشقت شدم.
خواهش میکنم سرورم دیگه ادامه ندید. خواهش میکنم پریزاد، احساس میکنم تو هم به من علاقه داری. سرورم، عشق من شما به جایی نمیرسه. یعنی من زمینی نیستم. من یعنی نمیتونم. چرا؟ آخه ممنوعه، عشق ما ممنوعه. ممنوع آزاد نداریم. تو منو دوست داری یا نه؟ نپرسین سرورم. ما میتونیم با هم خوشبخت باشیم. منو دوست داری یا نه؟ بگو دوستم داری. بله دوست دارم سرورم، بیشتر از همه دنیا. این صدای کیه؟ تمومه. گفتم که نمیشه ممنوعه. سرورم من باید برم. کجا بری؟ من بدون تو نمیتونم زندگی بکنم فریزا. سرورم آرزو میکنم براتون که به عشق واقعی و زمینیتون برسین. آرزو میکنم که خوشبخت بشین. این نرگول کیه دیگه؟ دیو سفیده، دربونه قصر پری. فریزاد، قانونهای زیادی را زیر پا گذاشتی، اما این آخری یعنی اعتراف به عشق آدمی زاد. نه، از این نمیشه به سادگی گذشت. را بیافت بریم. اومده منو ببنه. فریزاد، کار نمی کنه. تو بزن. فنابه نشستی همجوری قنبرک سری دست رو دست گذاشتی که چی؟ آخه با قصد بردن کاری درست میشه؟ والا به خدا ما هم نمیدونیم چی شد که از اون زندگی دوباره اومدیم اینجا. راست میگین به خدا همه خان. حسن احمد راست میگه بابا، خوبی تو میخواد. چرا ما از اون عرش رسیدیم به این فرش؟ ای بابا همین دیگه. من بدبخت همه چیزامو باختم که هیچ. دل صاب مردرم باختیم رفت به این کارش. همین خوب نیست دیگه. را برم در رو واکن. شما حق دارین خانم. ببینم کلن بیخیال شدی دیگه. یعنی نمیخوای طلب داداشم بابا تو از این ملک سلمان پدر سوخته بگیری؟ بابا حق بمونه والا. امه جان دست از سرم بردار تو رو خدا. وای خدا، آزار دارن دیگه. یارو زنگ میزنه میرید کوچه، هیچ کی نیست. کیفه رو بشن دمه در. چیه؟ من کیف دوزاری هست، پدر نمیخوره. کیفای بی خودیه. یا بربد، این همه پول بشماری ببینیم چقدره. لازم نیست بشماری، میدونم چقدره. این کل 1.5 میلیارد طلبمون از ملک سلمانه. یعنی چی؟ برای چی این هم پولو گذاشتن دمه در؟ اونش مهم نیست، مهم اینه که اونی که باید بالاخره کار خودشو تموم کرد. قیمت این ما متفاوته. میدونی حضوری بیان خیلی بهتره، ولی اگه الان بخوام کلی براتون بگم، اینم ژل گرفتم مخصوص کلاگیسی که سفارش دادی، عین مال خودم دادم به بابا. خوشحال میشه؟ آره عین کلاگیس حسن شمعی زاده است. آفرین پسر. موهاشو مصری کوتاه کنم. برو موهای اون زرد رو بشو. ناصر. بله آقا. من باید برم کار دارم. یعنی اگه امروز تشریف میبریم دیگه نمیمونم؟ چطور مگه کار داری؟ نه اصلا جان، فقط یه مسئله خیلی مهمیه، خیلی وقتی میخوام بهت بگم. عمتو خیالت راحت، کارش تموم شد میفرستم بره خونه. خیالم راحته. میگم که خداحافظ. رفت. بله دیدم. میگم که کار دارم امه خانم. بله. سود کارتون انجام بدین برین دیگه، اینجا آرایشگاه مردونه زشت خانم باشه. شما اصلا دلیل نداره تو کار من دخالت کنی. چه کاره منی؟ یه جمله رو 5 سال میخوای بهش بگی دیگه. عمتو میگم برگرده. چی میگی؟ چی میگی؟ فکر کنم حسنم. چی میگی؟ حسن عمتو. خب عمش حسن عمتو. عمش مرد، عمش رفت قبرستون. تو هم یاد قبرستون نه. حسن عمتو میخوام ازت خواستگاری کنم. به نظرت عمت راضی هست با من ازدواج کنه؟ به نظرم عمش بعد از خداش عمش. نوکرتم عمه. به قبل تو سی فارسیش هم میشه گفت. باشه بله 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 رو بگو بش. برو سر کاره. بله
آقای محترم، این چه وضع رانندگی کردنه؟ با شما هریناز، خودتی؟ الهی من فدات شم. مؤدب باشین آقای محترم، چه وضع حرف زدنه؟ میدونستم برمیگردی. نه خیر، به جای که زنگ بزنم افسر بیاد کروکی بکشه، باید زنگ بزنم دیوونه خونه. آره آره، زنگ بزن دیوونه خونه. آخه من دیوونتم، واسه دیدن لحظه شماری میکردم. مثل اینکه اشتباه شد آقای محترم، من شما رو اولین بار دارم میبینم. باشه وانمود کن منو نمیشناسی، اما من که میشناسمت. تا آخر عمرم دست از سرت بر نمیدارم. شما خسارت ماشین منو بدین، عشق عاشق پیشکشتون. چشم، خسارت ماشینتون میدم، اصلا خودم میبرمش صافکاری. از دست شما مردم.